حضرت مهتراب دارم به شما امیران از ارجمند روزهای تاریخی یکی و از دیگری دوران ضعف و انحطاط و سقوط جمهوری اسلامی دارید به چشم میبینید، دوران برآمدن دوباره جنبش انقلابی مردم ایران، یک کوه فعال آتش فشان. چطور میشه دیگه جلو چی گره؟ چهارشنبه سوری مردم اثبات کردن. سپیده قلیان رو دیدی؟ همینم امیر شهرتی برنامه هدایت میکنه در آستانه سال نو ایستاده ایم، سال 1402. چی با ماست؟ یک شخصیت مبارز نازنین که میدونم در هفته های اخیر همه نگران حالش بودید، اغلب از ما احوال پرسی میکردید. سالهای سال ما با همین من دایی از افتخار میده در برنامه ماست، دوست نازنین ما که همه با افکار و اندیشه هاش آشنایی داریم و میدونیم چقدر سعی سعد داره و چقدر آماده است که با دیگر اندیش و کسانی که افکار و نظرات و عقایدشون از لون دیگری از جنس دیگری گفتگو کنه، عصبانی نشه، خشمگین نشه، دشنام نده. آقای دایی از دایی جان خیلی خوش آمدید. سلام دارم، درود دارم خدمت شما بینندگان عزیز، آقای شهرتی، همکاران تلویزیون پارس. خیلی خوشحالم که در آستانه نوروز یک بار دیگه در خدمتتون هستم. واقعا برای من مایه خوشبختیه. بامو یا بیمو؟ در این بیمو هم خیلی خوش دیده. خیلی به شما میاد. بله. داشتر بگو ببینیم چه گذشت، مردم همه مشتاق هم ببینن که در این مدت چه میکردی، چه کردی، همه داغو بودن، بفهمید. اجازه بدید قبلش واقعا نوروز رو تبریک بگم به همه بینندگان، به شما و همکاران تلویزیون پارس. و واقعش اینه که از ته قلب این رو میگم، هیچ زمانی در این 44 سال هیچ نوروزی نبوده که انقدر من امیدوار باشم به سقوط جمهوری اسلامی، به پیروزی مردم. بالا پایین زیاد خواهیم داشت، این رو بارها خدمتتون گفتم، ولی هیچ زمانی به صورت واقعی به این میزان من امیدوار نبودم. اینقدر افتخار نمی کردم به مردم اینکه ایرانی هستم، یک مردم قهرمان و مبارزی داریم. بنابراین اجازه بدید تبریک بگم قبل از هر چیز نوروز رو، قبل از اینکه به وضع خودم برسم. من خوبم. درمان جدی یک ماهی شروع شده، لااقلش تا اواسط تابستان یا اوایل تابستان ادامه پیدا خواهد کرد. الان شیمی درمانی هست و بعد پرتو درمانیه. تا الان خوب بوده، یه بالا پایین هایی داره، طبیعتا جدیتر خواهد شد. ماه تابستان میبینن که آیا به طرف جراحی برن، چون یه بخشی از کبده و آیا باید جراحی کنن. اگه باشه که خب این سناریو خیلی خوبه، در غیر این صورت به طرف پیوند کبد میرن. بنابراین دو راه جدی درمان در مقابل من هست و جای امیدواری هست، پزشکان بسیار خوب، بیمارستان خوب. واقعش اینه که قبلا خدمتون بارها گفتم ما ایرانیان خارج کشور که به تعبیر من این طرف آب هستیم، نجات پیدا کردیم از اون جهنم. یادمون نره که از صبح که بیدار میشیم زندگیمون رو شروع میکنیم، صبحانمون رو میخوریم، کارهای روزمره که برامون عادی شده انجام میدیم، در کنار خانواده هستیم، سر کار میریم، تفریحمون رو میکنیم. نه که اینجاها مشکلات نیست، ولی یادمون نره که ابتدایی در این چیزها رو این حکومت از مردم ما، از اکثریت مردم دریغ کرده. همیشه این رو باید یاد اون باشه. اون زمان که به درمان و دکتر و اینها میرسه که تفاوت فاجعه است بین آنچه که ما داریم، آنچه که مردم ازشون دریغ میشه. واقعش اینه که من خب الان در یکی از بهترین بیمارستان ها جزو دو سه بیمارستان خوب آمریکا مداوا میشم. علم پزشکی اینجا دیگه در اوجشه. بیمه دارم، خانواده در کنارمه، دوستان، پیام هایی که میفرستن دوستان، دعا میکنن، انرژی مثبت میفرستن که من از همه جا قدردانی میکنم. برابر این واقعش اینه که علارغم دشواری ها
جای نگرانی زیادی نیست و من قدردان هستم و میدونم که میلیون ها نفر تو کشور خود ما حاضرن که جای من باشن، از این امکانات بهره برداری بشن. بنابراین من هیچ جای گله‌ای واقعش ندارم، خیلی امیدواری هست. و یادمون نره در ایران، حالا سوا اینکه مردم محرومن، چه زندانیانی که به مداوا احتیاج دارن و حکومت از اونها دریغ میکنه، این رو هم یادمون باشه. بنابراین برای من خیلی هم خوب و خوشحالم در خدمتتون هستم در آستانه نوروز. امیدوارم که در آینده هم هر زمان که وضعیت جسمیم اجازه بده در خدمتتون باشم. ممنونم. اشاره کردید به بیماران زندانی که ازشون دریغ میشه حتی دادن دارو. آخری شیرزاد احمدی نژاد اهل بوکان بیماری کلیوی داشته، بهش دارو نمیداد، دارو رو ازش دریغ میکرد. متاسفانه زیر شکنجه هم درگذشت. آقای دایی عزیز، از الان از بیمارستان اومدید به منزل نیست برای این برنامه؟ بله بله بله، خونه هستم و مرتب میریم و میایم. بعد فاصله زیادی هم نیست، نزدیک 2 ساعت فاصله است و خیلی امکانات واقعا زیاده، من جای گله اصلا ندارم. خب دایی جان، شما هم نگران چیز بود که در ایران میگذشت، واقعا حوادثی در ایران گذشته در این مدت، میدونم تعقیب میکردید، پیگیری میکردید تا رسیدیم به این چهارشنبه سوری. دوباره این وسط عده‌ای شروع کرده بودن به ایجاد نومیدی کردن در مردم، یعنی سعی میکردن که مردم رو متقاعد بکنن که هرچی در ایران بود تمام شد، جنبش فرو نشست. میخوام ببینم که شما چی، نظرتون چیه؟ من واقعش اینه که نگرانی من هم آقای میبودی عزیز همینه. بالاخره این جنبش، ما داریم با یه حکومت ظالم مستبد جنایتکاری روبرو هستیم که تمام سرمایه های کشور رو برای حفظ حکومت و سرکوب مردم به کار میگیره، از هیچ جنایتی هم دریغ نمیکنه. ما داریم با یه قده واپسگرایی 1400 ساله داریم مبارزه میکنیم، واپسگرایی مذهبی، نه که با مذهب ما مسئله داشته باشیم، ولی اینی که در کشور ما حاکمه واپسگرایی بنیادگرایی مذهبی. ما میخوام این قده رو نه تنها از کشور خودمون، اصلا از کل منطقه این رو بکنیم. راه دشواریه، بارها هم صحبت کردیم که بالا و پایین داره، ای کاش خط مستقیم بود. اما مسئله اینه که قرار نیست که ما هر بار که این بالا و پایین ها رو میبینیم به آن چیزهایی که داریم، به اون جاهایی که پامون روش سفته، به اونها شک کنیم، دچار ناامیدی بشیم. اگه با واقعیت مسائل رو ببینیم، دچار ناامیدی که نخواهیم شد، میتونیم واقعا با امید بیشتری به آینده نگاه کنیم. چون واقعش اینه که خب حالا نگاه بکنیم، اگه بخوام نگاه ساده بکنیم، بگیم که خب آقا چند ماه پیش که مردم تو خیابون ها بودن، خب الان دیگه نیستن. مثلا حکومت تونسته اسمشو بذاریم جمع کردن خیابون ها، مثلا تا حدودی. تو خارج کشور تظاهرات بود، تظاهرات همبستگی بود، الان بسیار کم شده، بخشی از اختلافات بیرون زده. مثلا که حالا من نگاه خودم رو خواهم گفت، کشورهای خارجی کلی حمایت میکردن، کمتر شده. مثلا جمهوری اسلامی با عربستان داره دوست میشه، با امارات داره دوست میشه، پس داره از انزوا مثلا خارج میشه. تمام اینها رو کنار هم میگذارن، به تمام اون چارچوبا، به تمام اون پایه هایی که ما داشتیم رو شک میکنن. این درست نیست. ما باید همیشه در برخورد با واقعیت ها یه چارچوبی داشته باشیم. اگر در برخورد با واقعیت ها دیدیم یه جایش نقص داره، باید اصلاح کنیم، ولی قرار نیستش که با هر بالا و پایینی که به کل چارچوبمون شک بکنیم که. بنابراین من آقای میبودی عزیز کوتاه اگه بخوام بگم، میشه راجع به هر کدوم از این مسائل ساعت ها صحبت کرد، ولی کوتاه اگه بخوام بگم، من میخوام بگم یکی موقعی ما اگه دستبندی بخوام بکنیم موضوع میخوام، یکی موقعیت جنبشه، نگاه مردم در کجا قرار داریم. دوم وضعیت حکومت با این رجزخانی هایی که میکنه، با جیب خالی
و ورشکسته میخواد تبلیغات بکنه که گویا من پیروزم، حامی دارم در چین و نمیدونم روسیه از من حمایت میکنن. مثلا وضعیت حکومت ببینیم در چه حاله، در خارج کشور چه اتفاقی برای خود ما ایرانی ها افتاده، نگاه غرب چیه، همه اینا رو بررسی کن. همه اینا هم به هم ربط داره، همه اینا هم رو هم تاثیر میذاره، ولی آنچه که مهمه باید از داخل شروع کنیم. همیشه اصل مهم آنچه که در داخل کشوره، اون رو از اونجا شروع کنیم. یعنی یکی موقعیت جنبش، دوم موقعیت حکومت، این دوتا رابطه مستقیم داره. از حکومت شروع بکنیم. بالاخره اون چیزهایی که زمین ساز جنبش بود که مردم از نظام بریدن، از نظام دل کندن، از همه جناهاش به این باور رسیدن که باید از نظام عبور کنن، راه خیابان رو انتخاب کردن، اون زمینه ها هیچ کدوم تغییر نکرده که مردم آیا مثلا به حکومت اعتماد پیدا کردن یک بارگی مثلا، یا وضع اقتصادیشون بهتر شده؟ نه، حکومت با دستگیری های گسترده، با سرکوب تونست موقتا، خودش هم میدونه موقتا این جنبش رو خاموش کنه، برای خاموش هم نه، کاهش بده. دیدیم چهارشنبه سوری چه آتش زیر خاکستری هست. کافیه به رسانه های خود حکومتی نگاه بکنیم، تحلیلگرانو که در مورد آینده هشدار میدن به حکومت. اصلا بسیاری از کارهایی که حکومت داره میکنه معطوف با آینده است. گاز شیمیایی به مدار زدن برای ترساندن و ممانعت از تحولات بعدیه. در این که جنبش دوباره این آتش فشان بیرون خواهد زد تردیدی نیست. در این که اخشار جدیدی به جنبش میپیوندن تردیدی نیست. وضعیت اقتصادی همطور که بارها صحبت کردیم در این مدت که خب بدتر شده، که منبع درآمدی پیدا کرده حکومت، از جایی پولی در آورده. الان به بحث‌های بودجه نگاه بکنید، ببینید مالیات ها رو چطور افزایش میده. اصلا پولی در بساط نداره، چیزی در بساط نداره، هیچی نیست. این قد به اصطلاح قدرت نمایی و مانورهای خارجی هم بکنه، اینا عقب نشینیه. رفته میلیاردها دلار در یمن خرج کرده، حالا دست به دامن چین شده که با عربستان بتونه آشتی بکنه، مثلا 4 تا امتیاز رسانه‌ای و غیره بگیره. خب این میشه ضعف. به عراق نگاه بکنیم، به لبنان نگاه بکنیم، به سوریه نگاه بکنیم، کجا قدرت داره؟ آیا فروش نفتش اضافه تر شده که بگیم مثلا اقتصادش بهتر شده؟ نفت که الان بهترین نفت برنت الان حدود 70 دلاره. دو سه ماه پیش که صحبت می‌کردیم 95 دلار بود. بنابراین وضع این حکومت خرابه. این رو باور بکنیم. خودشون دارن هشدار میدن نسبت به آینده. ما با این بالا و پایین ها این بار جنبش آتششانش زودتر از اونی که ما فکر کنیم بیرون خواهد زد. اخشار وسیع تری هم خواهد پیوست. اما مسئله که هست اینه که جنبش بالاخره ما الان که به اینجا رسیدیم، به جایی که کل چارچوب ها رو زیر علامت سوال ببریم، از خودم سوال کنیم کمبود جنبش چیه؟ اون رو چجور میشه جبران کرد؟ آیا به طرف جبرانش میریم؟ که مسئله اصلیش یکی رهبری، یکی سازماندهی، همبستگی، اینی که همه اخشار در آینده خودشون سهیم بدونن، هیچکی ادعای انحصار نکنه، مردم بدونن آینده مال همه است. همبستگی بسیار مهمه، ولی سازماندهی و گذشته از اون رهبری میخواد. به مرور این پیدا خواهد شد. حالا سناریوهای مختلفی میشه بحث کرد. حالا برای اینکه اینو بحث رو به نظرم تکمیل بکنم، آقای مهودی عزیز اگه اجازه بدید به خارج کشورم برسیم. بالاخره تو خارج کشور تظاهراتی بود، همبستگی بود، کاهش پیدا کرده، طبیعیه. بخاطر که در داخلم بالاخره خیابان‌ها کمی خلوت‌تر شده، اینجا هم تاثیر میذاره، اینم هست. ولی یه سری اختلافات یا بگیم بالاخره خیلی مسائل بیرون زده. به نظر من آخرین بارم که در خدمتتون بودم چند ماه پیش گفتم یه بخشیش لازمه، یه بخشیش هم خودمون باید سعی بکنیم واقعا از حد نگذره. چون بالاخره ما در انقلاب 57 که این فرصت نبود که مردم خمینی رو بشناسن، ایده های مختلف رو بشناسن. الان این زمان هست، به خاطر رسانه ها، به خاطر فضای مجازی این بحث ها مطرح میشه.
بخش مهمیش لازمه، اسمشو بذاریم پالایش، پالایش و شفاف شدن صفوف، این لازمه. یه بخشش هم خب باعث نگرانیه، اینکه کشورهای خارجی، رسانه‌هایی که واسه به دولت خارجی هم اینا سعی میکنن خط و خطوط خودشون رو پیش ببرن، ولی دست دیگران هم خالی نیست، فضای مجازی هم میشه پیام ها رو رسون. به سر و صدا هم نباید زیاد توجه کرد، برای اینکه اصل داخله. حالا من در مورد عربستان هم میتونیم بحث رو بکنیم که هیچ چیزی گیر حکومت نخواهد اومد، هیچ چیز زیادی، اینا بیشترش تبلیغاته، تبلیغاته. در مورد برجام هم حالا هفته های بعد اگه امکانش بود در خدمتتون بودم، من در یک کلام بگم، در واشنگتن برجام مرده، برگشتن آمریکا به برجام اصلا در چشم انداز نیست که بخوان سازش هسته‌ای بکنن، امتیاز به جمهوری اسلامی بدن. این اصلا فرام باید اصلا از دور فعلا خارج کرد، جای نگرانی الان نیست، الان نیست. به سه دلیلم که قبلا خدمتتون گفتم، یکی بالاخره برجام در هماهنگی آمریکا با چین و روسیه بود، الان به میزان زیاد این هماهنگی وجود نداره، به خصوص روسیه دوست ندارن جمهوری اسلامی با غرب سازش بکنه، خود جمهوری اسلامی هم نمیخواد. این نکته اول. دوم، جنگ اوکراین، دخالت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین و مهمتر از همه جنبش داخل کشور، افکار عمومی جهان به هیچ وجه به بایدن یا هر کسی دیگری اجازه نمیده، امکان نمیده، جرأت نمیده که بیاد به جمهوری اسلامی آن میزان از امتیازات رو بده که جمهوری اسلامی به خاطر اون امتیازات بیاد غنی‌سازی 60-80% شد متوقف کنه، سازش هسته‌ای کنه. فعلا در چشم اندازی است. هیچ دولتی هم در آمریکا همچین جرأتی نخواهد داشت که بیاد امتیاز کلان به جمهوری اسلامی بده. بنابراین فعلا از دور خارجه. اما میرسیم به اینکه خب اگه خارجی، پس چرا کشورهای خارجی نیومدن دنبال تغییر رژیم؟ این هم حرفی که بارها بحث کردیم. حالا من اگه میخوام یه، برای اینکه زمان به اصطلاح زیاد نیست، کوتاه خدمتتون ندارم بگم، میخوام بگم علارغم تمام این ممکنه تبلیغات یا بگیم صحبت ها اظهار نظرهای منفی که این طرف میشه، خیلی هاشو حکومت دامن میزنه، خیلی از اختلافات و اینها، من خیلی همه رو خوش به خوشبینانه نگاه میکنم، ولی یه نکته رو میخوام با هموطنان، با بینندگان صحبت بکنم، اینه که تجربه، درست تحولات اجتماعی علم فیزیک و شیمی و ریاضی که نیست، فاکتورهای متعددیه، انقلاب ها در کشورهای دیگه هم رخ داده، در کشورهای دیگه هم هست، ولی بالاخره ما اون چیزی که میتونیم در بیاریم از مجموعه قوانین اجتماعی مبارزاتی و اون که در جهان میگذره، ولی مهمترش اون که در کشور خودمون اتفاق افتاده. من میخوام دو تا مثال بزنم برای هموطنان تا ببینیم اونجایی که ضعف جنبش هست کجاست، چجوری میشه جبران کرد و کجاها باید از اختلافات پرهیز کرد، با توجه به اینکه من تمام چارچوبهایی که ماهای پیش صحبت کردیم برای اینکه جنبش ارتقا پیدا خواهد کرد، این آتش فشان به زودی بیرون خواهد زد، حکومت روز به روز داره ضعیف‌تر میشه در داخل، در منطقه با جیب خالی ورشکسته جمهوری اسلامی داره پوز میده، اینا رو به هیچ وجه باور نکنیم. با این حال اجازه بدید این تجربه رو آقای مهبدی عزیز بگم. من خب در جوانی به خاطر اینکه در 1353 به زندان رفتم وارد سیاست شدم. در مورد انقلاب و اتفاقاتی که افتاده بالاخره نزدیکترین تجربه به ما اونه. درسته حکومت شاه که نمیشه با این حکومت مقایسه کرد، ولی بالاخره یه تجربیاتی میتونیم به خاطر نوع فرهنگ و مردممون به دست بیاریم که نگاه خارج چیه، چه موقع خارج میره به طرف کشور غربی میرن طرف تغییر رژیم، چه فاکتورهایی باعث شد خمینی قدرت رو گرفت، همه اینها تجربه است. من میگم یک بار بیایم از این زاویه که به انقلاب 57 قضاوت ارزشی بکنیم، بگیم خوب بود یا بد بود، فتنه بود یا لازم بود، دزدیده شد یا نه، اصلش همین بود. اینا میشه قضاوت‌های ارزشی، بگذاریم کنار، ببینیم به اون چیزی که اتفاق افتاد رو نگاه بکنیم، این بهترین نزدیکترین تجربه است. بالاخره ما قضاوت ارزشی هم باید بخوام بکنیم که واقعیت‌ها رو که نمیتونیم کنار بذاریم، باید اول اون چی اتفاق افتاده رو نگاه بکنیم، به خصوص اصل 1154 اتفاقی که در مملکتمون افتاد.
یکی نگاه آمریکا به تحولات ایران که واقعیت رو ببینیم، تئوری‌های توطئه نریم. بالاخره آمریکا بعد از جنگ ویتنام که شکست سختی خورد و بعد کودتایی که در شیلی اتفاق افتاد، در افکار عمومی جهان بسیار آسیب پذیر بود. و موقعی که جیمی کارتر رئیس جمهور شد، درست مثل اتفاقاتی که در جنگ آمریکا در عراق بود که بعد اوباما اومد، در اون موقع هم آمریکا نگاهی که به متحدین خودش داشت من جمله شاه این بود که باید رفرم بشه، به شاه هم فشار می آورد. ولی تا چندین ماه قبل از انقلاب آمریکا دنبال تغییر رژیم نبود، به تایم متحد شاه بود. کارتر آخرین کریسمس قبل از انقلاب رو در ایران در کنار شاه بود که بتونه حمایت شیران بکنه. تمام اسناد مذاکرات کاخ سفید هست، نظرات جورج بال، برژنسکی، همه اینها هست. همه معتقد بودن که شاه باید یا رفرم بکنه یا با قدرت نظم رو حفظ بکنه. هیچ کدوم خواهان کنارگی شاه نبودن. اما در ماه‌های آخر تغییر کرد. وقتی دیدن حکومت قابل دوام نیست، رفتن دنبال جایگزین. من میتونم بگم که تقریبا ما در آستانه همچی مراحلی داریم نزدیک میشیم که حکومت روز به روز داره نزدیکتر میشه. غرب نگاهش به جایگزینه هنوز پیدا نکرده. این نکته اول. نکته دوم، آمریکا اون موقع درگیر مسئله شوروی بود، کمربند سر و اسلام برایش یک حفاظ ایجاد میکرد، بهترین متحدش برای مقابله با کمونیسم یا خطر کمونیسم بالاخره حکومت شاه بود. ولی وقتی این رو رفتنی میدید یا قابل دوام نمیدید، دوباره راه حل افتاد. این ماهای آخر بود که اتفاق افتاد که دیگه از دست رفته میدونست اوضاع رو. اومدن سراغ خمینی. اینجاست که میرسیم به نکته دومی که من میگم. کشورهای غربی همین الان هم اینه، به حکومت جمهوری اسلامی و دوامش اعتماد ندارن. میدونن یه جنبشی هم هست، ولی هنوز به اون نقطه که بخوان انتخاب بکنن جایگزین رو، جایگزینم مهمترین چیزش اینه که سوای اینکه مطلوبشون باشه، قدرت کنترل اوضاع و گذار رو داشته باشه، مملکت دچار ناامنی نشه. یک حکومت ضعیفه حتی بعد جمهوری اسلامی رو ترجیح میدن به اینکه کل ایران دچار آشوب بشه، منطقه دچار آشوب بشه. اون موقع هم همین بود، خطر کمونیسم هم بود، اینم همین بود. اون موقع خمینی براشون جلوه کرد. چرا؟ خمینی بالاخره تنها کسی بود که آرام آرام قدرت گرفت. دلیلش بود که در ایران 50-60 هزار مسجد بود، یه تشکیلات داشت خمینی. خمینی با کمک این مساجد میتونست شبکه داشت، میتونست قدرت رو حفظ بکنه. برای این آمریکا تصمیم گرفت ارتش رو با روحانیت یکی بکنه، این انتقال آرام انجام بشه که مملکت به هم نریده، منطقه به هم نریده، از دستش خارج نشه که مثلا خطر کمونیسم یا مسائل دیگه نتونه نفوذ بکنه. بنابراین نگاه غرب الان هم همینه، نه باید ناامید شد، به ما بستگی داره. ما باید اون آلترناتیو یا جایگزینی رو معرفی بکنیم که قدرت انتقال، دوران انتقال رو داد داشته باشه. این رو غرب میخواد. غرب هنوز به اونجا نرسیده، هنوز این رو نمیبینه. حمایت های حقوق بشری میکنه، به حکومت ناامیده، دلش هم میخواد هرچی زودتر حکومت بره، ولی حاضر به آشوب نیست. برای من میرسیم به نکته بعدی که خمینی سازماندهی داشت بسیار، یعنی تشکیلات به سلام مساجد، تشکیلات مذهبی، نهاد مذهبی در ایران تقریبا دست نخورده بود، تنها نهادی بود که بود. این تونست قدرت بگیره. ما حالا الان اپوزیسیون ما در داخل به اون اندازه که اصلا، چون حکومت حواسش هست که سازماندهی اونجوری شکل نگیره، ولی این ضعفی که روز به روز داره پر میشه. میبینیم تشکیلات های مختلف، تشکیلات معلمان، تشکیلات کارگران، در دانشگاه ها، در محلات، اینا داره همینجوری میره جلو. این بسیار مهمه و من حس میکنم، برای این باورمه که در این مسیر داریم پیشروی میکنیم. به خارج کشورم که برسیم، میگم راجع به همه اینا میشه دونه دونه صحبت کرد، ولی من واقعا نگاهم مثبته.
میبینم این درستی که ضعف از اولم بوده، همم میدونستن که این ضعفه، ولی رو به جبران داره میره. مردم خودشون هم دارن میفهمن که باید اخشار بیشتری بیان، ما نیاز به سازماندهی داریم. یه نکته هم در مورد خارج بگم و اونه که ببینید در خارج کشور خب ما نگرانیم این بحثایی که میشه، این دعوا و مرافعهایی که میشه چقدرش لازمه چقدرش نیست. واقعش اینه که من بر این باورم، من انقلاب بهار عربی در سوریه و بعدش رو خوب یادمه. درسته ما راجع به کشت و کشتاری که حکومت رفت اونجا کرد خیلی بحث میکنیم، ولی من فکر کنم بعد از انقلاب 57 اون چیزی که میتونه برای ما ملموس باشه تجربه، چون جمهوری اسلامی دخالت کرد در سوریه، همین سوریه است. بالاخره سوریه در آستانه سقوط بود بشار اسد، برای غرب که کاری نداشت بشار اسد رو بندازه، کاری نداشت. که تجربه لیبی جلوی آمریکا بود، رفت و لیبی دخالت کرده بود، با اون افتضاح افتاد که سپتامبر 2011 یادمونه حمله کردن به سفارت آمریکا در لیبی، سفیر آمریکا در بنغازی هم کشتن. الان هم میبینید که اصلا معلوم نیست کجای لیبی دست کیه، بل بشو، یعنی یه چیز غیر قابل کنترل. این تجربه من بود. با همه احوال غرب آمادگی این داشت که اگه بتونه یه جایگزین خوبی برای بشار اسد باشه بره به طرفش، ولی آرام آرام دست اخوان المسلمین بالا رفت توی به اصطلاح جنب توی اپوزیسیون سوریه. و عرض کردم یه بار خدمتتون که اون سخنرانی اسماعیل هنیه رئیس حماس در مسجد در مصر که سخنرانی کرد، که دفاع کرد از مردم سوریه و جنبش مردم سوریه، این زنگ خطری هم برای اسرائیل بود هم برای آمریکا، که خب اگه بشار اسد بره اخوان المسلمین بیاد اونجا. بالاخره بشار اسد و پدرش تا زمانی که حکومت میکردن یک گلوله از سوریه به طرف اسرائیل شلیک نشده بود، بنابراین جایگزین مطلوب نبود. یک نکته. نکته دومش که به درد ما میخوره اینه که جمهوری اسلامی با سرکوبی که رفت اونجا کرد، با کشتاری که کرد، یک امتحان آزمایش در مقابل اپوزیسیون سوریه قرار داد. این اپوزیسیون رو پالایش کرد و چون اختلافات زیاد بود و چون ضعف‌های زیادی داشتن و دخالت خارجی، امارات، عربستان و قطر، اینا دخالت کردن، هر کدوم گروه‌های وابسته خودشون رو رشد دادن، اینا اصلا سوریه رو به هم زدن. ما نقش جمهوری اسلامی میگیم، نقش اینها رو هم باید بگیم. بنابراین متاسفانه اپوزیسیون سوریه ضربه خورد، از بین رفت. مال ما اینطور نیست، ما بسیار بسیار ریشه‌دارتر همه گروه‌ها. درسته تبلیغات خارجی ها این خطر هست، تلویزیون های وابسته هستن، موج ایجاد میکنن به طرف هایی که میگن، همه اینها جای نگرانیه. ولی باور بفرمایید من این رو از ته دل میگم، من اصلا نگرانی های اونجا رو که در اونجا های اتفاق افتاد ندارم. من گروه های ایرانی رو بسیار ریشه دارتر میبینم، مردم خودمون رو روشنتر میبینم، حکومت بسیار ضعیفتره. به این سیدی خودش رو میخواد سرخ نگه داره که مثلا پوتین یا چین بهش کمک بکنه، به اینا باور نکنی. هیچ سرمایه گذاری تا تحریم های آمریکا نره جدی چین در ایران نخواهد کرد، اینو بارها بحث خواهیم کرد. عربستان که محال در ایران سرمایه گذاری جدی بخواد بکنه. بنابراین در مجموعش من بخوام بگم علارغم همه اینهایی کرد، من جنبش رو به ارتقا میدونم. علارغم بالا و پایین ها جای نگرانی نیست. معتقدم سازماندهی و رهبری به طرف جلو گام‌های جدی داره برداشته میشه. اختلافات خارجی مقدارش از حد خارجه که من معتقدم اتفاقا یه سری از تلویزیون‌ها دامن می‌زنن، باید حواسمون باشه، ولی در مجموع بخشش لازمه مردم ببینن شفاف بشه مواضع. بنابراین نباید زیاد جای نگرانی نیست. در نگاه کشورهای غربی هم هیچ فرقی نکرده، دراز مدت روی جمهوری اسلامی حساب نمی کنن، منتظرن که ما ایرانی ها بتونیم نشون بدیم که جایگزین دموکراتیک رو داریم، میتونیم انتقال رو با آرامی انجام بدیم، اوضاع دست نره، همه اقشار داره شکر بکنن. خیلی حرف زدم آقای میبودی عدید، عوض میخوام واقعا، ولی خواستم واقعا مجموعی از چیزها رو بگم که حالا هفته های بعدی
میشه دونه دونه اینها رو بیشتر باز کرد و صحبت کرد. برادری عزیز تشکر میکنم، سال نو بر شما و خانواده گرامی خجسته باد، آرزوی شفا دارم برای شما، دوباره غبراق و سرحال شما رو ببینیم. ممنون از اینکه از بیمارستان برگشتید که در این برنامه باشید. حتما با هموطنانتون خیلی ها دلتنگ بودن برای شما و نمیدونم دیگه چی بگم. تشکر میکنم، فقط تشکر میکنم. امیر جان آیدای سطح به سخنی دارید؟ چیزی میخواد بگید؟ بفهم. من واقعا میگم نوروز رو تبریک میگم، افتخار میکنم به هموطنان. خانم سپیده قلیان دیروز که از زندان آزاد شد نشون داد این دماسنج وضعیت داخله. چهارشنبه سوری این قهرمانان، از این تعداد کسانی که جمهوری اسلامی آزاد کرده که میخواست پوز بده تا همین الان 36 نفرشون رو احضار کرده، برایشون پرونده درست کرده، خیلی های دیگر دستگیر کرده، ماشین اعدامش ادامه داره. خود جمهوری اسلامی از آینده بسیار بسیار بیشتر از ما وحشت داره. بنابراین به اظهار نظرهای مایوس کننده زیاد اهمیت ندید. آنچه که مهمه داخله. به مردم نگاه بکنید، مردم قهرمان و مبارز. من افتخار میکنم، تبریک میگم نوروز رو به شما و همکاران تلویزیون پارس. امیدوارم وضعیت جسمی باشه که هر هفته در خدمتتون باشم تا جایی که میشه. و متشکرم از شما، سپاسگزارم از همه کسانی که پیام فرستادن. به امید دیدار در آینده بسیار نزدیک. ممنون آقای جان. ممنون. ممنون از آقای شورتی عزیز. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید. خب همیاران عزیزمند، در این منزل برنامه با یک تحلیلگر برجسته هستیم که فراز و فرودهای سیاست در ایالات متحده آمریکا رو خوب می‌شناسه، مشاور امنیت ملی است و بنیانگذاری کردن با همکاری جمعی از شخصیت‌های متفکر و کنشگران سیاسی یک اندیشکده آوای آزادی ایران در دیدم که بیانیه منتشر کردن در حمایت و پشتیبانی از اقدامات شاهزاده رضا پهلوی و امضای منشور. گرچه بسیاری از کسانی که خود منشور امضا کردن اعلام کردن که برگ منزلیست و میشه دوش نقل و تصرف کرد، اگر کسی مواضع اصلاحی داره میتونه رو بیان بکنه و خلاصه راه رو باز گذاشتن. یعنی یه جایی برای بهانه جویی به نظر من نیست، راه بازه و همه باید در میدان باشیم. خب بریم سراغ آقای بیژن کیان عزیز. آقای کیان درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود به شما جان میگودی و بینندگان بسیار محترم شما. امیدوارم حال شما خوب باشه. جای همیشگی نیستید ها، در یک کجا هستید؟ در یک تلویزیون خارجی هستید؟ آمریکایی؟ بله در یک استودیو هستم و بسیار عالی. ممنون اونجا رو رها کردید اومدید با ما. ممنونم جناب کیان. این مواضع شما، مواضع تازه شما به همراه آقای سام کرمانیان که دام هر دو بیانیه رو امضا کردید، لطف بفرمایید توضیح بدید چرا، دلیل شما چی بود، حجت شما چیه، هموطنان هم آشنا بشن. بفرم. بله اجازه بدید که همطور که دوست بسیار محترمی من همین دو روز پیش یادآوری کردن، گفتن که در عکس العمل به آنچه که میگذرد ما مردم ایران رو نمیتونیم فراموش بکنیم. مردم ایران یه پیامی فرستادن که آقا مواظب باشید که صداتون از جای گرم در نیاد و دنبال ایدئالگرایی یا دنبال اهداف حزبی خودتون اگر هستید شما برای ما کار نمی کنید، شما برای پیشبرد اهداف حزبی خودتون کار می کنید. و گفتن که آقا چون شما حزبی نیستید و
شما تصمیم گرفتید که فقط احزاب رو تشویق به رقابت بکنید و خودتون وارد رقابت نشید، ما یه پیام برای شما داریم، یعنی که مواظب باشید که صداتون از جای گرم در نیاد که بگویید که نقطه را اینجا بگذاریم و اینکه این لغت را به این صورت بگوییم. مثلا بگوییم که نگویید تمامیت ارضی، بگویید یک پارچگی سرزمینی، یا اینکه نگویید یک پارچگی سرزمینی، بگویید تمامیت ارضی. البته من هیچ قصد ندارم که نگرانی ها و دلشورهای کسانی رو که با متن این منشور یا حتی مثلا لوگویی که برای این نشانی که برای این منشور انتخاب شده مخالفت دارن، هیچ عنوان قصد ندارم که تقدیم بدم این نگرانی ها رو به مسائلی که اهمیت ندارن. بدون شک اگر هستن گروهی که اعتراضی دارن، خب مسلمه که اهمیت داره، ولی این پیام که ما صدامون از جای گرد در نیاد و این که ببینید چنین فرصت هایی مثل اعتراضات و انقلابی که امروز در ایران در توسط مردم آزادی خواه ایران شکل گرفته، داریم نزدیک میشیم به 190 روز این انقلاب، این اتفاقات تکرار شدنی نیست. این یک بار اتفاق میفته و تجربه که از این اتفاق به دست میاد راه آینده رو و انتخاب رو برای مردم روشن میکنه. این باید خیلی مواظب بود که هماهنگ باشیم با مردم ایران، با حرکت اونها. خب اولا که میشه روش بحث کرد که آیا چنین تفاهم نامه‌ای رو میشه اسمش رو منشور گذاشت یا نه، ولی حالا به یه دلیلی، شاید به این دلیل که اول کلمه نام زیبای مهسا ژینا امینی به عنوان یک حرکت سمبولیک بایستی با یک حرف میم شروع میشد و شاید هم نه، اطلاع خاصی ندارم، ولی اینقدر مهم نیست. جناب میبودی و بینندگان محترم، ما شاغول کارمون، میزان کارمون، اون چیزی که فکرمون رو باهاش ترازو شاغول میکنیم و گونیا استفاده میکنیم که کار درست بالا بره و پیش بره، چون هر قدم بعدی رو به دنبال داره و بایستی هماهنگ باشه، از این سیستم محاسبه ضرر و منفعت استفاده میکنیم و ببینیم ضررش چقدر منفعتش چقدر. خب ضرر مخالفت با این تفاهم نامه گذشته از تمام ممکنه ایراداتی که از دید بعضی بهش بگیرن، نه اینکه وارد باشه، ایراد بگیرن، هر صورت که گرفتن، منفعتش در شروع حرکتی که به تشکیل یک مجمع واحد متکثر با هدف اخذ شناسایی از دولت‌های آزاد در دنیا تشکیل بشه، واقعا میشه نگاه کرده گفتش اگر این حرکت رو ما تشکیل نکنیم گزینه بعدی چه خواهد بود؟ با تشویق نکردن این حرکت اون هدف اصلی رو متوقف کردیم رسیدن بهش رو. بنابراین دلیل اندیشکده، البته در داخل اندیشکده هم همونطور که بسیار بسیار روش پسندیده ایست، اختلاف نظر وجود داشته بودن کسانی که حتی در داخل اندیشکده هم با حمایت بدون قید و شرط، که البته حمایت بدون قید و شرط نبوده، ما حمایتی که کردیم از اینکه این قدم قدم گام مثبتی است در راه رسیدن به هدفی که اندیشکده دنبال میکنه و تشویق میکنه، نه اینکه خودش بهش برسه، ولی تشویق میکنه و یاری میده بازیگران سیاسی رو که اونجا برسن و همون تشکیل مجمع واحد، یک مجمع واحد حرکات مبارزی سرعت رو کند میکنه و فشار و تأثیر گذاری حرکت رو کم میکنه. بنابراین بایستی به سوی تشکیل یک مجمع واحد پیش رفت. این حرکت حرکت بسیار مثبتیه و ما نگاه میکنیم میبینیم که خب یه اتوبوسی، گفتن که اتوبوس کجا میشه سوار شد، چرا در حال حاضر 5 در کنار شاهزاده هستند. خب اتوبوس در ایستگاه ایستاده، 5 هم اونجا بودن و اول اونها رو سوار کردن. اتوبوس تا پر نشه راه نمیفته، بنابراین رانندش هم راننده مورد اعتماد اکثریت مردم در اینجا
با اونجا که حمایت مشخص شده خود شاهزاده رضا پهلوی است. بنابراین ما از حزب حمایت نمی کنیم، از کاندیدا حمایت و تبلیغ نمی کنیم، ولی از ایده خوب، فکر خوب 100% حمایت می کنیم. و به نظر ما این پیمان تفاهم یا تفاهم نامه یا حتی با اسم منشور هم بسیار گام مثبتی است در راه رسیدن به اون هدف. امیدوارم که در سطح بضاعت هم توانسته باشم توضیح رو کامل داده باشم، ولی خب این مسائل پیچیده است و همیشه هر چه آدم راجع به صحبت کنیم کم به جناب بود. ممنونم، تشکر. یه بار شما به من گفتید که آماده بودن گوشت و لپه و نمیدونم روغن و سیب زمینی اینا به معنی خورش غیبه نیست، یه نفری آشپز باید پیدا بشه و اینا رو هم ترکیب کنه و پخت کنه. میخوام ببینم که قبلی ها واقعا دنبال آشپز هم میرن که ما بالاخره میخوام چه کنیم، محصول کار ما چیه. بفرمایید. بله، حالا بعضی وقتا این مثال های خیابانی و خودمانی خیلی بیشتر و بهتر و موثرتره. ببینید یک عده گرسنه هستند و منتظر نهار و صحبت من و شما این بود که حالا در محلی که اسمش رو آشپزخانه میگذاریم تمام اون موادی که میشود باهاش یک خوراک مناسب رو تهیه کرد وجود داره، ولی به صرف اینکه ما تمام اون مواد رو در اونجا داریم اینها خود به خود هم آمیخته نمیشوند و خود به خود نهاری برای گرسنگان تهیه نخواهد شد. بنابراین اینی که ما قبول بکنیم که خب برای تهیه اون نهار بایستی مسائل اولیه تهیه بشه، اما اگر قبل از اینکه نهار تهیه بشه کسانی بروند اونجا بگن که این که نهار نشد، این که فقط مسائلش هست، قول شما این مساله نهار نمی شود، نه انتقاد بکنن، مثلا نباید اینها اینجا باشد، اون احتمال رسیدن به اون هدف رو از بین میبره. بایستی تشخیص کرد هر دو رو، بله مساله اینجا هست، ولی خب با آشپز هم احتیاج داریم، اگر آشپز نباشد، آشپز کسی که با تجربه در این کار وارد میشه نباشد، این آش درست نخواهد شد. خب این مثلا آقای بیژن کیان عزیز، یه نفر که آشپزیش خوبه دستشو بلند کنه دیگه، یا یه گروه یه شورای هرچی که هست، ولی هنوز هیچ کس پیشگام نشده. بله، خب ببینید جواب میبودی و بینندگان بسیار محترم، هم چیز خوبیه و هم اینه که خب بایستی تشویق کرد به تصریحش، همین چیز خوبیه که این اتفاق نیفتاده، برای که در سیاست همه چیز همزمان اتفاق نمیفته. تجربه منه که همیشه یک فرایندی رو طی میکنه و این فرایند یک زمانی رو میبره و خب خیلی طبیعیه، همه ما بیتاقت هستیم و مورد زمان میخوایم که اون اتفاق خوب که آزادی مردم ایران هست همین امروز همین الان اتفاق بیفته، ولی این جبر سیاستی که فرایند بایستی طی بشه. و بله حتما حتما آشپزهایی هم، نه فقط یک آشپز، ولی آشپزهایی هم خواهند آمد که حتما حتما بتوانند که این هدف رو پیاده بکنن. حالا شاید بایستی این مثال رو رد بشیم ازش و به عملی به صورت عملی صحبت بکنیم که خب ببینید امروز ما کمبودی در جامعه داخل ایران به خصوص در داخل ایران و تاکید میکنم و توضیح میدم که چرا کمبودی در تخصص نداریم در داخل ایران، تخصص بسیار سطحش بالاست و مگه نبود که در کنکور ریاضی استنفورد 5 مقام بالا همه از ایران از ایرانیان بودند که اسباب افتخار بود و مقامات اول تا پنجم همه از یک دانشگاه. بنابراین کمبود تخصص در ایران وجود نداره. به همین دلیل هم هست که ما مرتب میگوییم که ما نسخه برای آنها نمیپیچیم، نباید هم بپیچیم. ولی کمبود تخصص ایرانی در خارج از ایران هم کم نیست، ما چنین کمبودی نداریم. نه تنها کمبودی نداریم، کسانی هستند که واقعا در امر تجارت به سطحی رسیدن که فقط نیست که اطلاعات داشته باشن، تجربه هم دارن و
اونها هم صاحب نظر هستن. ببینید برای اینکه امور پیش بره، برای اینکه یک مملکت رو اداره کرد، بایستی دو حلقه دست در دست هم پیش برن. حلقه امنیت و حلقه تجارت. برای اینکه امنیت نباشد تجارت ممکن نیست، تجارت نباشد هزینه امنیت رو که بپردازن. بنابراین این دو حلقه مهم هستن. بایستی این فرایند رو قدم به قدم قبول کرد و نه یک باره. متخصصین هم خواهند آمد. اول بایستی یک موج شروع بشه که این موج شروع شده و حالا ممکنه که اشخاص بگویند که بعد چرا این پنج نفر اول سوار شدن. خب اینا که جای شما رو نگرفتن، اینا اونجا در ایستگاه بودن، حاضر در صحنه بودن، اعلام کردن ما میخواییم سوار این اتوبوس بشیم، خب سوار شدن. حالا ایراد گرفتن به این اولین مسافرین من فکر نمی‌کنم که با هیچ منطقی جور در بیاد. آقای بیژنی کیان، خب این قدم اوله، یعنی این ایستگاه اول که دوی سوار شدن، میخوام ببینم که مسیر چیه، ایستگاه بعدی چیه، پیشبینی شما چیه یا پیشنهاد شما چیه، چه کارهایی هنوز باید انجام بگیرید تا ما برسیم به یک آلترناتیو قابل لمس برای دستکم برای قدرت‌های غربی، که تا این آلترناتیو پدید نیاد امکان ندارن اونو یه سیاست به نهایی رو اتخاذ بکنن. بفرمایید. بله، ببینید سوال شما سوال بسیار واضح و روشن است. اتوبوس قرار است به کجا برود؟ مقصد کجا خواهد؟ این رو جواب بدید. ولی قبل از اینکه این سوال رو جواب بدیم، شاید به جا باشه که سوال دیگری رو در کنار این قرار بدیم. اینکه فرض کنیم که راننده در حقیقت جهتی را می‌رود که اعلام شده، یعنی روی اتوبوس ننوشته اتوبوس آزادی و راننده اون رو ببره به جایی که مقصد اسمش هست استقبال. این بسیار مهمه. از کجا این اطمینان رو میشه ایجاد کرد؟ رانندگی این اتوبوس رو چه کسی بایستی به عهده بگیره؟ بایستی کسی باشه که مورد اطمینان مسافران هست و مورد اطمینان مسافرانی که در حقیقت نماینده صدای مردم آزادی خواه ایران هستند. خب این خیلی مهمه. دوم مسافران اتوبوس هستند. اگر این مسافران با این هدف سوار شده باشند، مطابق همین 44 سال که نظر من ممکن اشتباه کنم، به نظر من این روششان بوده که در صحنه رقابت سیاسی به جای که خودشان و رقیبشان در مقابل مردم قرار بگیرند که امکانش شاید نبوده، مشکل بوده، اینا بازیگران سیاسی در مقابل یک دیگر قرار گرفتند. به جای جذب حامی برای خودشان به حسب رقیب پرداختند، یعنی سعی کردند، تلاش کردند که به رقیب ثابت کنند که او جایی در سیاست نداره و او جایی در دایره قدرت نداره. خب فرض کنیم که یکی دیگری را قانع کرد، به جایی نمیرسند. این مردم هستند که بایستی در نهایت انتخاب بکنند که کدام یکی از این دو برای مسائل و مشکلاتشان راه‌حل‌های قابل قبول و راه‌حل‌هایی که ادعا میشه کرد انجام هم میشه داد و در ذهن قابلیت اون شخصی که ادعا میکنند رو هم میشود اندازه‌گیری کرد. مردم این رو انتظار دارن. به جایی که این کار کنند با هم به رقابت و دعوا پرداختن. حالا تعهدی که مسافرین اتوبوس بایستی به یک دیگر بدهن این است که ما نیومدیم سوار اتوبوس بشیم که در حالی که رو اتوبوس هستیم در اونجا یک شورشی به پا کنیم و با هم به جنگ و دعوا بپردازیم و باز هم اقدام به حسب، و وقتی میگم حسب یعنی منظورم حسب فکری هستش و حالا ممکنه حتی جدیتر هم باشه، ولی دنبال حسب یک دیگر نباشد. قبول کنن که ما سوار این اتوبوس شدیم که به آزادی برسیم، که در اونجا بتوانیم همین ایده های حزبی ایدئولوژیک راه حل هایی رو که داریم در مقصدی که آزادی درش وجود داره بتونیم با هم رقابت کنیم. این فرایند بایستی، این تعهد بایستی داده بشه، برای اینکه اون وقت اگر نشه مسافری که به قصد رقابت با رقیبش سوار اتوبوس شده مرتب به راننده درخواست کنه که آقا نگهدار ما پیاده شیم، چون ما نباید سوار می شدیم، ما فکر کردیم که
قراره که بیایم تو اتوبوس رقابت کنیم با هم دیگه، ولی حالا که اینطور نیست ما پیاده میشیم. این مختل میکنه کارو. به نظر من باید این فکر از طرف سیاست ورزان بسیار محترم پیشبینی بشه، راجبش صحبت کنن، فکر کنن که ما میخوایم سوار این اتوبوس بشیم که همه به آزادی برسیم و در اونجا حالا رانندهی که انتخاب میکنیم بسید مطمئن باشیم که ما رو به همون هدفی میبره که روی اتوبوس نوشته شده. و امروز کسانی سوار این اتوبوس خواهند شد که به اون راننده اطمینان داشته باشند، اعتماد داشته باشند. و به نظر من امروز شکی برای من نیست که امروز اعتقاد مردم، باور مردم بر این هستش که شاهزاده رضا پهلوی همون کسی هستند که میتوانند که این مهمان رو به مقصد برسانند. همونطور که گفتم زمینه صحبت خیلی بالاست در این زمینه، برای که عقاید در هر دو طرف بسیار شدید هست. ولی بایستی حمایت کرد، بایستی ساختن همیشه کار سختی، خراب کردن خیلی راحت تر. و من فکر کنم که بایستی در نظر گرفت که مردم درست میگرد. یه وقت صدای شما از جای گرد در من. ممنونم. خب آقای بیژن کیانی، اجازه بدید از بازار آگهی عبور کنیم. دو سه سال دیگه هم دارم ازتون، از جمله این اتفاقی است که در چهارشنبه سوری افتاد. خیلی ها پیش از این شروع کرده بودن به ایجاد ناامیدی و بدبینی در میان ایرانی ها که دیدید یک خیزشی بود و فرو نشست، دچار نشست شد، در حالی که واقعا همین گزارشی من داشتم دیروز از یزد، اصلا حیرت انگیزه، شهر مذهبی که شما دخترهای بیهجاب رو حالا خیلی بیشتر از گذشته در کوی یا برزن ببینید. من به خاطرم از در بچگی گرفتم به یزد حتی یک زن بیهجاب هم ندید، حتی یک زن. مگر اینکه تهرانی مثلا از تهران آمده بود یا از شهرهای دیگه آمده بود، یعنی اینقدر رعایت میکرد. در حالی که امروز دخترهایی که در این شهر هستن هیچ علاقی ندارن علارغم همه تهدیدها. این نشون میده که انقلاب با قدرت داره پیش میره و این انقلاب روح و روان مردم رو تسخیر کرده. این کاریست که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه بشه، این اتفاقیست که جمهوری اسلامی چه کاری نمیتونه بشه انجام بده. برمیگردیم و گفتگومون رو پی میگیریم با آقای کیان. خب با آقای بیژن کیان هستی، مشاور امنیت ملی همیاران عزیز. آقای کیان ببخشید، میتونم بپرسم که بحثتون امروز راجع به چی بود در همین جلسه که الان حضور داشتید و راه کردید اومدید تو برنامه ما؟ لطف کردید. بله خواهش میکنم. با کمال میل سوالاتی که مطرح هست از زاویه های مختلف. سوال اول اینه که این قصه هماهنگی و همراهی و همصدایی حزب دموکرات با جمهوری اسلامی ریشه هاش در کجا هستش و اصولا تفاوت چیست، تفاوت دیدگاه ها چیست؟ آیا حزب جمهوری خواه بیشتر به نفع ایران کار کرده یا حزب دموکرات؟ این یک سوال. سوال دوم این هستش که این قصه رابطه چین و ایران حقیقتش چیست؟ و بخش سوم در این رابطه که در این تشکیل مجمع واحد متکثر این فرایندی که طی میشه، همین صحبتی که من و شما در اول برنامه داشتیم، این زوایای مختلف صحبت امروز هستش و مسئله اعلام همکاری عربستان و جمهوری اسلامی و دیدگاه های فنی در ارتباط با این خبر با میانجیگری چین. خیلی جالبه که یک کشوری که اغلب مردمش به آینی اعتقاد دارن که با دین در تضاد هست، بین دو کشور مسلمان میانجیگری میکنه. و بحث‌های دیگری که از همین دست هست جناب بهبودی و بینندگان محترم. تشکر، ممنون. خب بپردازیم به
جنبش انقلابی در ایران موضوع چهارشنبه سوری که خیلی ها رو ناامید کرد، کسانی که سعی میکردن توی بوخا بدمند که جنبش دچار نشست شده. بفرمایید. بله ببینید، من فکر میکنم که مشکلی که خواهم حق بدم به کسانی که منفی بافی میکنند، مشکلی که ما از اینجا بشینیم و حتی در عصر اطلاعات که همیشه آنچه که اتفاق میفته به سرعت مخابره میشه و به سرعت همه میبینند، ولی خب در عصر اطلاعات هم مشکله که بگیم که آنچه که بیم گرفته میشه فرستاده میشه واقعا تمامی اون حقیقتیست که داره اتفاق میفته. اینه که بهشون حق میدم که ادهی حتی صادقانه با دید منفی نگاه بکنن و سعی کنن که پیشرفت رو کند جلوه بدن، یا اینکه فراز و نشیب‌هایی رو که در فرایند یک انقلاب شکل میگیره رو به صورتی جلوه بدن که در حقیقت فقط نشیب به نظر برسه و نه فرازها. ولی همونطور که شما و بینندگان بسیار محترم شما، به خصوص ایرانیان بسیار محترم در داخل ایران میدانند، یک شکافی جناب بیگودی و بینندگان محترم بین نسلی که امروز 80% جامعه رو شاید هم بیشتر رو تشکیل میده که اینا زیر 50 سال هستند، شکافی بین اینها و حاکمیت پیش آمده، یعنی کل نظام رو قبول ندارن. این اتفاقی نیست که در طول یکی دو سال یا از سال 88 شروع پیزش مردمی در ایران اتفاق افتاده باشه. 44 ساله که مردم ایران این درد حضور نهاد جمهوری اسلامی رو تجربه میکنن و با قاطعیت به این نتیجه رسیدن که این رژیم را نمیخواهند. رژیم همین رو میدونه، یعنی سعی میکنه که تا اونجا که میتواند بقای خودش رو حتی به طور موقتی حفظ بکنه، ولی کار از کار گذشته است. امروز این نسل دست بر نمیدارد از اقدام به نابودی کل این نهاد جنایتکار جمهوری اسلامی. این تبدیل شده، این باور تبدیل به یک باور غیر قابل تغییر شده. و بله، من فکر میکنم که کسانی که میشنند و میگویند که نه این اعتراضی بود و بعدم تمام شد و جمع شد و خوابید و همسال هم، اینها از دو قبیله هستند، از دو گروه هستند. گروهی که دانسته در جهت بقای جمهوری اسلامی قدم برمیدارن که خودشان میدانند، ما نمیدونیم کدومی که چه هستند، ولی آنها که میگویند خودشان میدانند که از کدام دسته هستند، دسته ای که در حقیقت مکنونات قلبیشان بقای جمهوری اسلامی است، یا دسته ای که نادانسته و به دلیل خستگی و فرسودگی در مبارزه اینجا رسیدن که نه دیگه، ولی اینها ماندنی هستند و این انقلاب و اعتراض هم پرکش کرد و تمام شد. نه، و البته هایی که بی اطلاع هستند از این واقعیت، این شکاف پر شدنی نیست، دلیل نمیشه که حتی نفی بکنه. امیدواریم که با توجه بیشتر اونها هم به این نتیجه برسن که نه، این نسل دست بر نمیدارد از مبارزه، و اگر کسی پیروزی جمهوری اسلامی رو پیش بینی بکنه بایستی دلایل بسیار بسیار مشکلی رو ارائه بده، چون چنین چیزی وجود نداره. امروز با یک دولت، با یک حاکمیت برشکسته سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حتی در روابط خارجی به کلی برشکسته، می‌بینیم که امکان احیای این جنازه نظر من بسیار بسیار نه به نظر من با حسب پیروی از منطق عملی نیست. جمهوری اسلامی مرده، بایستی برای تقل و دفن این جنازه متعفن هر چه زودتر اقدام بشه، که البته در
دفتر در کار همین مهم هستن. همیشکده هم مردم های خودش رو برای اجرای مراسم ترمیم جمهوری اسلامی و روزهای بعدش آماده میکنه و نیاز هم بشه از حالا شاید دیلی گویرکی یا بیزنکی ها با کفن و دفن جمهوری اسلامی صحبت میکنه همیشه و به خاطر اینکه مخالفه. نه من فکر میکنم دنیا هم داره اینو میبینه. اگر اول دنیا رو نگاه بکنیم به این نتیجه میرسیم که نه نامی که نباید بود که هیچ بایستی ایمان داشت که مردم ایران پیروز از این مبارزه بیرون خواهند آمد و بله با اعتقاد کامل میگویم که جمهوری اسلامی و نهادش رو به کلی دفن خواهند کرد. تشکر میکنم. سال 1402 هم در پیش هم یعنی و این خبری هم که از اینجا میرسه چه از درون خود ایران و این تغییر روان و اندیشه و ذهنیت مردم نشوندن اینه که یه آینده واقعا درخشان در پیشه پیش روس. آقای جنیکیان عزیز، در صحنه سیاسی آمریکا چه رای ظاهرشان ببینید؟ حزب جمهوری خواه مثل خانم نیکی هیلی، آقای دیسانتیس، خود آقای دونالد ترامپ، به نظر میرسه که ما یه کارزار خیلی جالبی در آینده خواهیم داشت و اغلب هم کسانی الان دارن در صحنه ظاهر میشن که سخت حامی و پشتیبان مردم ایران. بفرمایید. بله، ببینید این تاریخچه دیدگاه های سیاسی در زمینه سیاست خارجی از طرف حزب جمهوری خواه در قبال ایران و البته از سال 1979 در قبال جمهوری اسلامی مطلب خیلی جالبی است که باید بهش توجه بشه. اصولا دید کلی بوده که از تا قبل از جنگ دوم جهانی که آمریکا ایران رو در صدر کشورهایی که باشون رابطه درجه اول داشته نداشته و تا قبل از جنگ دوم جهانی آمریکا به ایران سفیر نداشت، در سطح کاردار عمل میکردند و بعدش ارتباطات بین آمریکا و ایران در سال 1952 با شروع انتخابات بین جمهوری خواهان و دموکرات ها شدت گرفت و خب باید برگردیم به اینکه دو برادری که در کارزار انتخاباتی آقای آیزنهاور خیلی فعال بودن، یعنی جان فاستر دالاس و آقای آلن فاستر دالاس، چون خیلی فعال بودن اینها یکیشون به وزارت خارجه و دیگری به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا منتخب شدن، یعنی منصوب شدن و جالبه که اینها دو وکیل بودن که برای شرکت حقوقی در نیویورک، شرکت بسیار بزرگ حقوقی کار میکردن که در حقیقت منافع یک بانکی رو در اونجا ازش دفاع میکردن که این بانک سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی در شرکت نفت ایران انگلیس داشت و باستی ببینیم که این عکس العمل ها در اون زمان چه تأثیری روی رابطه ها گذاشته و چرا امروز ببینیم که بنا به سابقه تاریخی مثلا حزب دموکرات آمریکا به جناح چپی که در ایران تفکر سیاسی داره نزدیکتره و اون جناح چپ نیروی غالبش خب طرفداران جبهه ملی و طرفداران مرحوم مصدق هستن. حالا میتونیم همه این جزئیات رو باز کنیم تا برسیم به امروز. بنابر همون جزئیات تاریخی که بایستی بهش توجه بشه برای که بتونیم مسائل رو بهتر ببینیم، امروز تصوری که در جامعه هست این هستش که بله جمهوری خواهان همراه مردم ایران هستند و دموکرات ها همراه حکومت جمهوری اسلامی گام برمی دارن، یا فقط این تصور تصوری است که هست.
در مقابل تصورات دیگر و پیش‌فرض‌های دیگری هم هست که بایستی عادلانه به آنها پرداخت. ایده می‌گویند که بله، جمهوری خواهان با جمهوری اسلامی می‌جنگند برای اینکه از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرند و جمهوری خواهان معامله‌گر هستند و این انتقاد رو به جمهوری خواهان. ولی به طور کلی من باورم هست که آمریکا هم تجربه 44 ساله ای رو که با جمهوری اسلامی داره باید در نظر گرفت، یاد گرفته. فرق میکنه وزارت خارجه آمریکا همیشه طوری عمل میکنه که بعضی وقتا دیپلماسی با منطق روز همخوانی نداره و مثل جناب بهبودی دیپلماسی کار خیلی اعصاب بود کنیه، چون که انقدر تضاد بعضی وقتا درش هست که مشکل میشه، مشکل میشه درک همه زوایای حرکات دیپلماتی. این کاندیداها خب برای مقابله حزبی و سیاسی تقریبا چاره ای ندارن جز موضوعاتی رو بردارن که نقطه مقابل رقیبشون باشه، چون خیلی طبیعیه دیگه اگه در رقابت سیاسی شما با رقیبتون در همه موارد موافق باشید و وقت چه امتیازی برای خودتون در نظر میگیرید و اصولا به کدام دسته از رای دهندگان هدف این رو دارید که اقبار اونها رو نسبت به خودتون جلب بکنید. بنابراین الان هم سه اون سال 1952 دعوا سر این استش که آیا جمهوری خواهان به نفع مردم ایران عمل خواهد کرد و یا دموکرات ها. من فکر برم در اینجا بایستی این تجربه 44 ساله دولت آمریکا را هم دموکرات هم جمهوری خواه رو در نظر گرفت و قبول کرد که نه، فکر نکنیم که مثلا چون وزارت خارجه دموکرات سرکار هست اینها تا آخر خط با جمهوری اسلامی خواهد، نه خیر، به هیچ عنوان باور من این نیست. مدل صحبت کردنشون و مدل کارشون فرق میکنه. مثلا در همین اعلام همکاری عربستان با دولت جمهوری اسلامی با میانجیگری چین صحبت میشه که وقتی که چین در عربستان اظهار کرد که جمهوری اسلامی بایستی دست از مداخله های امنیتیش در منطقه رست برداره، جزایر سگانه رو که متعلق به ایران هست اونها رو متعلق به امارات بدونه و این اظهارات که در اونجا کرد ادعی گفتن که این چرخشی بوده در مورد جمهوری اسلامی بین چین و ایران، ولی نبوده، چرخشی وجود نداشته. اگر چرخشی وجود داره در حقیقت چرخش واشنگتن به تهران هستش که بایستی اینم نقطه بسیار بسیار روشن است. نه به نظر من دولت دموکرات در ادامه کار خودش نمیاد بگه که قصد من براندازیه، هرگز اینو نمیگه، ولی دوست و همراه جمهوری اسلامی هم نخواهد بود. حالا به چین هم میتونیم صحبت بکنیم که این هماهنگی بین جمهوری اسلامی و عربستان اصلا چقدر پایداره، اون هم چقدر مسئله جدی. اگه قرار باشه که این هم به همون برنامه 25 ساله راه بردی شبیه اون بشه که نگرانی وجود نداره، چون هیچ اتفاق مهمی در اثر این همکاری دو جانبه بین عربستان و ایران نخواهد افتاد. البته این هم مهمه که الان دیگه یه وقتی جمهوری اسلامی تهدید میکرد که اگر خیلی به من فشار بیارید من مناطق نفتی عربستان رو در شرق عربستان در تیبرس موشکای خودم دارم و من اونجا انتقام روی خواهم کرد. حالا با این اتفاق اون برادر از دستش که اون اهرم چانه‌زنی هم از دستش خارج شده. در مورد این کاندیداها ها باید بگیم که هنوز زوده، بایستی صبر کنیم و ببینیم که در انتخابات اصولا حتی یک روز هم زمان بسیار طولانی است. چرا میگویی؟ ولی درست بفرمایید، اینها هسته
کسانی هستند که در جهت به خواسته های مردم آزادی خواه ایران و فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی عمل میکنند، یا لااقل میگویند که عمل میکنند، و حالا هم که تلاش برای حمایت حد اکثری از خواسته های مردم ایران در کنار فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی یک تیتر بسیار، یک عمل بسیار خوبی است که همه ما کمک بکنیم که سعی بکنیم که این صدا رو به قانونگذاران آمریکایی برسانیم و به همین دولت فعلی آقای بایدن حتی برسانیم و سعی کنیم که همین الان با فوریت آنچه که بایستی پیروی بشه ازش خواسته بر حق مردم آزادیخواه ایران است. تشکر میکنم آقای ویژن‌کیان عزیز. 1402 بر شما، خانواده نازنین شما و همینطور همکاران شما ایرانیان آزادیخواه ما در اندیشکده صدای آزادی ایران خجسته با. ممنون از شما و بینندگان بسیار محترم. من هم به نوبه خودم سال نو رو به همه ایرانیان در همه جای دنیا و همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن، همطور که میدونید در ملیت های دیگه هم نوروز رو جشن میگیرن، چون این سنت از ایران شروع شد و ادامه یافت، برای همه سلامتی و پیروزی و آزادی آرزو میکنم. همین شدید تشکر میکنم، ممنونم از شما. سارا ایرانی عزیزم تشکر میکنم و هموطنانی که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنند. بدون شما رسانه خیلی پوچ و بی‌معنا است. ممنون.